Оло Душанбе ва даҳгонаи шаҳрҳои амну озоди дунё пазируфта шудааст ва дар замони истиқлолият ду маротиба барандаи ҷоизаи шаҳри сулҳ бунёди роҳи абришим гардид. 22 марти соли 2021 дар пойтахти кишвар бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, форуми дуюми байналмилалии Наврӯзи Душанбе, меҳвари робитаҳои фарҳангиву сиёсӣ баргузор гардид. Дар кори форуми байналмилалии намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, намояндагони кишварҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, бародаршаҳрҳо, намояндагиҳои корпусҳои дипломатӣ, созмонҳои байналмилалии муқими шаҳри Душанбе, роҳбарияти вазорату кумитаҳо, раёсату идораҳо, муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, коршиносон, роҳбарони ширкатҳои сайёҳӣ ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок намуданд. نخست با سخن افتتاحی معاون یکم رئیس شهر دوشنبه قربانزاده امیرخان برآمد نموده اشتراکچیان را از نام رئیس شهر محترم رستم امامعلی خیر مقدم و با نوروز بین المللی مبارکباد نمود. ذکر گردید که با زحمت و تلاش و تشبث پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان 30 سپتامبر سال 2009 نوروز از جانب یونسکو به فهرست یادگاری غیرمادی فرهنگی بشریت داخل کرده شده با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان و پشتیبانی یک قطار مملکت های جهان 19 فوریه سال 2010 در اجلاسیه 64 از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز بین المللی نوروز اعلان کرده شد و تا امروز در سراسر جهان با شکوه و شهامت تجلیل کرده می شود. جشن نوروز بین المللی یکی از مراسم های پسندیده عالمیان می باشد که با صفات های بشردوستانه اش از جانب جامعه جهانی همچون دستاورد کم نظیر فرهنگ عمومی انسانی پذیرفته شده است و با خصوصیت های پسندیده اش که نیکی و نکوکاری، خرمی و خوشحالی، شادمانی و نشاط و سعادت پیروزی را تلقین می کند مشهور عالم گردیده است. هدف و مقصد برگزاری فروم دیومی بین المللی را مسئولین تشویق و ترغیب غایه های سازندگی عید بین المللی نوروز، فرهنگ و تاریخ ملت تاجیک، معرفی امکانات های سیاحی کشور، جلب سیاحان، سرمایه گذاری، رشد امکانات های صاحبکاری و تحکیم دوستی بین کشورهای خارجی معنی داد نمودند. ما تاجیکستان را شهر هشت، شهر صفا، شهر صمیمیت، شهر فرهنگ، شهر برادری و واقعی پیدا کردیم. محمد کامل معینی از امارات عربی متحده. دوشنبه من از پیش تقریبا از 3 سال که اینجا آمدم تا حالا خیلی پیشرفت کرد، از بابت فرهنگیش، از بابت تعلیمیش، از بابت جمالیات که هست، شهرداریش. یعنی من پارسال پیش از پیرار بودم اینجا، دیدم چیزهایی که توی هتل بودم، چیزهای بیرون حالا دیگه نمیبینم، چون خیلی را ترقی کرد، ترقی نه فقط از مبانی، ترقی از فکر، ترقی از فرهنگ، ترقی از تعلیمی، از همه جای این جهات. و این هم دیگه که چیزی سپورت میکنه برای دوشنبه که یعنی پایتخت فرهنگ باشد. معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان مطلوبخان ستاریان ضمن برآمد خود تاکید نمودند که تاجیکستان صاحب استقلال به خاطر مقام جهانی گرفتن این جشن یکی از کشورهای تشبثکار بوده، سهمی بواسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حفظ و نگاهداشت آرمانهای عمومی انسانی و عمومی فرهنگی این آیین خسروانی بارز است. همزمان در ادامه فرمی مذکور دیرکتور اجرایی فوند بین دولتی همکاری بشردوستانه کشورهای اعضای اتحاد دولت های مستقل اکسانوف آناتولی، معاون رئیس شهر مزار شریف جمهوری اسلامی افغانستان سعید زیبالله، دوائن کورپس های دیپلماتی مقیم تاجیکستان، سفیر فوق‌العاده و مختار فدراسیه روسیه ایگور لیاکین فرولوف، وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان دولت‌زاده زولفیا، رهبریت یک قطار وزارت و اداره ها و عالمان و کارشناسان داخل و خارجی کشور در موضوع های نوروز، محور رابطه های فرهنگی، معرفی نوروز همچون برند ملی سیاحی و غیره معروضه ها نمودند. ما هر حرکتی که در تاجیکستان صورت میگیره، تنها بازم میگم که مسائل فرهنگی یک قدامت تاریخی داره، ما از او استقبال میکنیم. وقتی که ما امنیت، تنجی و همانی را در تاجیکستان مشاهده میکنیم، زیبایی ها را مشاهده میکنیم، بازسازی ها را مشاهده میکنیم، پیشرفت را مشاهده میکنیم، امنیت را مشاهده میکنیم که در سطح جهان هشتمین کشوری است که از لحاظ امنیتی جایگاه خاص خود را دارد. مسلما ما به عنوان یک همسایه تاجیکستان، مردم افغانستان خوشحال میشن که در همسایگیشان تنج و همانی هست.
همزمان در فرم بین‌المللی طریق ویدیو کنفرانس رهبر اداره کارهای خارجی حکومت خلقی سیندائوی جمهوری خلقی خیتای سیزوندانی، رئیس کمیته رابطه های بین‌المللی سن پترزبورگ گریگوروف و معاون کاتب جنرالی فدراسیون عمومی جهانی شهرهای توریستی لی با اوچان با معروضه های خود برآمد نموده کلی ساکنان پایتخت را با جشن اجدادی نوروز بین‌المللی تبریک نمودند. در نیمه دویم روز کار در بخش ها ادامه یافته، عالمان و محققان و کارشناسان و تاریخ نگاران با معروضه های علمان اساسناک دایر به تاریخ و انعنه های جشن نوروز، ارزش های معرفتی عمومی بشری آن، ماهیت محوری نوروز برآمد نمودند. در انتها از جانب اشتراکچان فرم دویم بین‌المللی نوروز دوشنبه، محور رابطه های فرهنگی و سیاسی، حجت نهایی قبول کرده شد. شهر دوشنبه با در نظر داشت امکانات ها و موفقیت ها دایر به رشد سیاحی 3 اکتبر سال 2019 ضمن برگزاری جلسه نوبتی وزیران سیاحی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی همچون پایتخت سیاحی کشورهای اعضای سازمان همکاری اقتصادی برای سالهای 2020-2021 پذیرفته شده، طبق نظرسنجی های اگنتی اطلاعاتی توریستات فدراسیون روسیه به 10 گونه شهرهای امترین کشورهای اعضای اتحاد دولت های مستقل و به 10 گونه بهترین شهر سیاحت و سفر شبانه در جشن سال نو ارزیابی گردیده است. فرم امسال در دایره تطبیق برنامه بین دولتی پایتخت های فرهنگی اتحاد که از جانب بنیاد بین دولتی همکاری های گومانیتری کشورهای اعضای اتحاد دولت های مستقل عملی می گردد دایر گردید. لازم به ذکر است که با قرار شورای سران دولت‌های عضو اتحاد دولت‌های مستقل از 28 سپتامبر سال 2019 در سال 2021 دوشنبه پایتخت فرهنگی اتحاد اعلان گردیده است و با این مناسبت سنه 21 مارس سال 2021 با اشتراک مهمانان از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و دیگر دولت‌ها در تئاتر دولتی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی مراسم رسمی افتتاحی اعلان گردن دوشنبه پایتخت فرهنگی اتحاد 2021 با برنامه با شکوه مشترک کنسرتی در سطح بلند برگزار شد. ابراهیم نعمت، محمد نبی، میرزا رحیم، شهر دوشنبه، جهان نما.